بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس بسیار باشکوه و مهم و روز انشاءالله بسیار مبارک است. این که در نظام مقدس جمهوری اسلامی قدرت اجرایی با متانت، با آرامش، با صفا و صمیمیت بین خدمتگزاران نظام دست به دست می شود، یک پدیده بسیار ارزشمند و مهمی است. این پدیده ناشی است از مردم سالاری اسلامی که امام بزرگوار ما با درایت خود، با حکمت خود، اون رو اساس کار نظام جمهوری اسلامی قرار دادند. کار دست مردم است، انتخاب در اختیار مردم است و محور و مدار کارها هم اسلام عزیز است، مردم سالاری اسلامی. ملت ما تا قبل از انقلاب اسلامی مزه حاکمیت مردم را نچشیده بود. از اعلام مشروطیت در ایران تا سالی که انقلاب پیروز شد 75 سال طول کشید. از این 75 سال 55 سال دیکتاتوری خاندان پهلوی بود، دیکتاتوری خشن و وابسته به قدرت‌های جهانی، یعنی به اول به انگلیس، بعد به آمریکا، بدون ملاحظه خواست مردم. در این 55 سال زمام امور کشور در دست انسان‌هایی قرار گرفت که نه به سرنوشت این ملت، نه به منافع این ملت، نه به عظمت و شکوه و عزت این کشور اعتنایی نداشتند و به منافع شخصی خود و منافع قدرت‌هایی که از آنها حمایت می‌کردند دلبسته بودند. 20 سال قبل از اون هم کشور دچار هرج و مرج بود، یعنی از دوران آغاز مشروطیت تا انقلاب اسلامی مردم به جز یک مهلت فرصت حدود 2 ساله‌ای در این میان که این هم با توطئه انگلیس و آمریکا مشترکاً یک دولت ملی ضعیفی تشکیل شده بود، اون از بین رفت. بقیه این مدت تمام به استبداد و دیکتاتوری گذشت. مزه مردم سالاری را مردم در جمهوری اسلامی چشیدند. از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز در همه مسائل مهم، در همه مسئولیت‌های اساسی کشور مردم بودند که نقش ایفا کردند. 11 بار انتخابات ریاست جمهوری، 9 بار انتخابات مجلس شورای اسلامی، چند بار انتخابات مجلس خبرگان
و شوراها تقریباً هر سالی یک انتخابات در این 34 سال انجام گرفته است. مردم احساس می‌کنند که بر سرنوشت خود در مدیریت کشور و در برنامه‌های کلان کشور اونها هستند که تصمیم گیرند و نظارت می‌کنند و عمل می‌کنند. این مردم سالاری دینی است. یکی از خصوصیات این مردم سالاری این است که رابطه مردم و مسئولان به صرف رابطه قانونی منحصر نمی شود، بلکه علاوه بر آن رابطه عاطفی و ایمانی است که ناشی از اعتقادات مردم، ناشی از بینش دینی مردم، تعهد مردم به مبانی و اصول انقلاب است. این چیزی است که در دنیا ما نظیری براش نمیشناسیم که رابطه مردم با مسئولین یک چنین رابطه مستحکم عاطفی و ایمانی و نشانه پایبندی به مبانی باشد و همین است که مسئولین را هدایت میکند. رئیس جمهور محترمی که امروز رسماً به مسئولیت سنگین و افتخار آمیز ریاست جمهوری رسیدند، به این نکته توجه کنند که مردم کشور عزیز ایران رو یک کشور اسلامی و مبتنی بر تعاریف اسلامی و تعالیم اسلامی می دانند، لذا می ایستند. شما ملاحظه کنید دیروز روز قدس بود در این کشور، در این هوای گرم با دهان روزه کی به مردم گفته بود، چه کسی اجبار کرده بود که مردم توی این هوای گرم بیان توی خیابانها در تهران، در شهرستانها، در هوای گرم مناطقی مثل خوزستان و بر مبنای یک اعتقاد شعار بدند و ایستادگی رو به رخ دنیا بکشانند، موضع خود رو نسبت به مسئله فلسطین و رژیم غاصب صهیونیست اعلام کنند. این تحلیل تحلیلگران چگونه است؟ چجور تحلیل میکنن این حادثه عظیم را؟ این اتفاقی است که هر سال میافتد در روز قدس و نیز در روز 22 بهمن. این ملت میان با شوق، با ذوق، از همه قشرها، پیر و جوان، زن و مرد، در اقصی نقاط کشور موضع خودشون رو نسبت به مسائل اساسی کشور فریاد میکنن. این همون ایمان است، این رابطه ایمانی است. هیچ دستوری، هیچ مشوق مادی نمیتوانه مردم رو اینجور بکشونه در میدانهای حضور. حضور در انتخابات هم همینجوره. انتخابات را، انتخابات پرشور ریاست جمهوری امسال را که ملاحظه کردید و نظائرش در دوره‌های گذشته، مردم به وجود میارند چون احساس تعهد میکنند، احساس تکلیف میکنند، پایبندی و تقید ایمانی آنها را به میدان حضور سیاسی و حضور اجتماعی میکشانه. این خصوصیت مردم سالاری دینی است. این راه رو امام بزرگوار جلو و پای مردم گذاشت. مردم هم با وفاداری کامل
این راه رو تا امروز پیمودن، بعد از این هم خواهند پیمود انشاءالله. وظیفه مسئولان وظیفه سنگینی است. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش مسئولیت به معنای کامجویی از قدرت نیست، به معنای قبول زحمات خدمت به مردم است. این معنای قبول زحمت است. معنای مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی اینه. مسئولان تلاش میکنند، کار میکنند، زحمت میکشند، توان خودشون را به میدان میآورند تا بتوانند از مشکلات مردم کم کنند، بتوانند کشور را به اهداف برسانند. ظرفیت های کشور هم خوشبختانه بسیار زیاد است. زحمات متراکمی که گذشتگان کشیدند، اونها هم جزو ظرفیت های این کشور است. از این ظرفیت ها باید استفاده کنند مسئولان محترم. البته من توصیه می کنم هم مردم را به بردباری، هم مسئولین محترم را به شکیبایی و حوصله. نباید توقع داشت که مشکلاتی که در سر راه مردم، چه در زمینه اقتصادی چه در هر زمینه‌ای وجود دارد، اینها در مدت کوتاهی این مشکلات برطرف بشه. البته باید از خدای متعال درخواست کرد که به مسئولین توفیق بده هرچه بتوانند سریعتر کارها رو پیش ببرند. اما طبیعت کار، کارهای کلان در کشور طبیعت زمانبر است. به مسئولین محترم هم توصیه ما این است، هم به رئیس جمهور محترم، هم انشاءالله هیئت دولتی که از مجلس رأی اعتماد خواهند گرفت در آینده نزدیکی به توفیق الهی، توصیه به همه آنها این است که کارها رو با صبر، بدون شتاب زدگی انجام بدن، گامها رو محکم و مطمئن بردارند. در همه زمینه ها ظرفیت کار وجود دارد، اهداف بلند هم وجود دارد، نشانه ها و بشارت ها هم کم نیست در کشور ما. البته جبهه دشمنان برخوردهای خصمانه ای دارند. اشاره کردن رئیس جمهور محترم به تحریم ها و فشارهایی که دشمنان ملت ایران، در رأس اونها آمریکاست البته، بر کشور وارد میکنن. من میخوام بگویم این فشارهای دشمنان درست است که برای مردم مشکلاتی رو به وجود میآورد، اما تجربه های با ارزشی هم در اختیار مسئولان و در اختیار مردم میگذاره. درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم این است که باید هر چه میتوانیم به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم، هر چه میتوانیم در درون خودمون رو مقتدر کنیم، دل به بیرون نبندیم. اونایی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران میبندند با یک چنین مشکلاتی وقتی مواجه بشوند خلع سلاح خواهند شد. ملت ایران ظرفیتهاش خیلی زیاده. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونی اقتدار ملی که اون روز عرض کردیم به مسئولان کشور در درجه اول مسائل اقتصادی و مسائل علمی است که باید با جدیت دنبال بشود.
مسائل سیاسی هم مسائل مهمی است. من تأیید می‌کنم نظری را که رئیس جمهور محترم ابراز کردند در زمینه برخورد حکمت آمیز با مسائل گوناگون بین المللی و مسائل سیاسی و مسائل ارتباطات بین المللی و اینها. حتما بایستی با برخورد حکمت آمیز و عاقلانه باشد. البته ما دشمنانی داریم که اینها زبان عقلایی هم خیلی سرشون نمیشه، لکن ما اون چرا که وظیفه داریم این است که با استحکام، با توجه به اهداف والای جمهوری اسلامی، بدانیم چه کار داریم میکنیم، اهداف خودمون رو بشناسیم، اون اهداف رو هم در نظر داشته باشیم و با جدیت اونها رو دنبال کنیم. بله، همینجور که گفتن، امت وسط خصوصیت جامعه اسلامی است. و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. راه وسط همون راه اسلام است. نگاه کنیم ببینیم اسلام چی به ما میگوید، اسلام چی از ما میخواد. راه موفقیت این است که دنبال رضای الهی و دنبال انجام تکلیف الهی باشیم. خدای متعال راه ها رو برای ما مشخص کرده است. اگر از این راه ها سلوک کنیم، مشی کنیم، به توفیق خواهیم رسید. فراموش نکنیم از روز اولی که این انقلاب پیروز شد، دشمنانی بودند که صریحا اعلام دشمنی کردند و گفتند میخوان این انقلاب رو از بین ببرند و نظام جمهوری اسلامی رو محو کنند. اینو صریح گفتند. از اون روز تا امروز که 34 سال میگذرد، روز به روز علی رغم دشمنان ملت ایران پیشرفت کرده است. نه فقط نتوانستند نظام اسلامی رو متزلزل کنند، بلکه حتی نتوانستند جلو رشد نظام اسلامی رو هم بگیرند. ما امروز در زمینه‌هایی پیشرفت کردیم که در سالهای اول انقلاب تصورش رو هم نمی‌کردیم. این به لطف الهی، مربوط به الطاف الهی و کمک الهی و حضور قوی مردم و تلاش مسئولین است که در این مدت مشغول تلاش و کار بودند. راه موفقیت این کشور و این ملت عبارت است از راه اسلام، پایبندی به مبانی اسلام، پایبندی به ارزش‌های اسلامی و پایبندی به اونچه که امام بزرگوار ما برای ما به یادگار گذاشته است، از نصایح و از رهنمودها و خطوط روشنی که در اختیار ما قرار دارد. همه مسئولین محترم رو من توصیه می‌کنم که انشاءالله همکاری‌های خودشون رو در زمینه برطرف کردن مشکلات کشور بیش از پیش بکنن. قوای مجریه، مقننه و قضائیه حد اکثر همکاری رو بکنن. وضع عمومی در دنیای اسلام، در منطقه و در کل جهان، وضع دارای
مشکلاتی است، یعنی وضع ناآرامی بر همه اطراف عالم در زمینه‌های اقتصادی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های امنیتی حاکمه. در منطقه ما هم که مشکلات الی ماشاءالله مشاهده می‌کنید، کشورها از اون طرف مشکلاتی که در برخی از کشورهای اسلامی است، از اون طرف حضور ظالمانه رژیم صهیونیستی که 65 ساله که رژیم صهیونیستی مشغول ظلم به مردم، مشغول جنایت نسبت به صاحبان اصلی فلسطینه، خراب کردن خانه های مردم، چیزی که ادامه دارد. یعنی مشکلات مربوط به 65 سال قبل نیست، تا امروز ادامه داره. خانه های مردم رو ویران می کنند، بچه رو در آغوش پدرش می کشند، نوجوان رو از خانه خودش بیرون می کشند، به زندان می برند، سالها افراد رو بدون محاکمه یا بیش از اندازه‌ای که محکوم به زندان شدن نگه می‌دارن. روزانه به مردم فشار وارد می‌کنن، مردمی که صاحبان اصلی سرزمین هستند. اینها جنایت نیست، اینها ظلم نیست، این یکی از خصوصیاتی است که در منطقه است و متاسفانه کمک و حمایت برخی از قدرت‌های جهانی از این عنصر ظالم در منطقه، اینها اوضاعی است که بر منطقه ما حاکم است. جمهوری اسلامی با مواضع روشن، با امکانات فراوان، با آینده‌ای که همراه با بشارت‌های فراوانی هست، باید کارهای بزرگی رو انجام بده. در درجه اول مسائل مربوط به مشکلات داخلی است. زحمات زیادی کشیدن. من لازمه از دولت جناب آقای احمدی نژاد خدمات فراوانی کردند، کارهای مهمی رو انجام دادن، تشکر کنم. و کارهای فراوانی هم وجود دارد که مسئولین از حال به بعد بایستی انشاءالله انجام بدن. این جریان پیشرفت کشور و پیشرفت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی توقف پذیر نیست. انشاءالله به توفیق الهی کارها پیش خواهد رفت. جناب آقای روحانی همطور که اشاره کردند جزو عناصر خدمتگزار قدیمی به نظام اسلامی در بخش‌های مختلف هستند، یه فرد آزموده شده ای هستند در نظام جمهوری اسلامی، چه در دوره دفاع مقدس، چه در مجلس شورای اسلامی، چه در شورای عالی امنیت ملی. کارهای فراوانی و خدمات فراوانی بر دوش ایشون بوده است که انجام دادن اون خدمات بزرگ را. امروز هم به عنوان رئیس جمهور به حمدالله مفتخرند به اینکه آراء مردم ایشون رو به این سمت منصوب کرده است. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به ایشون کمک کند، از ایشون دستگیری کند، هدایت کند و همه سعی کنند کمک کنند. من از همه جریان‌های گوناگون سیاسی درخواست می‌کنم و اصرار دارم و همچنین از همه شخصیت‌های متنفذی که دارای نفوذ کلمه هستند، دارای حوزه تأثیرگذاری در میان ملت هستند، از همه درخواست می‌کنم کمک کنند به مسئولین، به دولت، به رئیس جمهور که بتوانند انشاءالله وظایف سنگینی را که بر عهده دارند این وظایف را به خوبی انجام بدن.
و توقعاتی که وجود دارد و مردم دارند این توقعات را انشاءالله به بهترین وجهی برآورده کنند. از خداوند متعال توفیقات رو برای همه حضار محترم، برای همه ملت ایران، برای همه برادران مسلمان در سراسر جهان مسئلت میکنم و امیدوارم انشاءالله برکات الهی در این ایام ماه مبارک رمضان شامل حال همه باشد و روح مطهر امام بزرگوار و ارواح طیبه شهیدان از ما راضی باشند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.